قبل به برنامه سوربی با مردم، امروز یک شنبه است، 19 دی ماه سال 1400، 11 روز و 30 روز، 40 روز دیگه بیشتر به سال 1401 باقی نیست. یکی از دوستان میگو وقتی سال بشه 1401 ما 6-6 میاریم. گفتم یعنی چی 6-6 برای بازی تخته؟ گفت 2022 رو حساب کنید، 2-2-2 میشه 6، از اون برم 1401 1-4-1 میشه 6-6-6. بودم ملت چه جایی چه حسابایی میکنه. امروز صبح پتیک نوشته بود که آدم بیکار یا مشنگ میشه، البته ایشون یک کلمه دیگه استفاده کرده بود، یا منجم. پس این دوستان دانشمند و منجمی که قدیما نشستن و آسمون رو نگاه کردن، اینها معلوم میشه که بیکار بودن طبق فلسفه پتیک. پتیک باید سر کار باشه، بیکاری آزارش میده. خب دوستان، این هفته ای که گذشت خیلی خبرها بود، خیلی سالگردها بود و اینها، مهمترینش دومین سالگرد این فاجعه هواپیمای ایرانی که توسط خود حکومت ایران زده شد، بعد اذیت کردن، یه مدت دروغ گفتن به مردم، بعد حالا به خانواده ها مهربون نیستن، نمیره یه نفر باشون صحبت کنه، به درد دلاشون گوش بده. البته 100 و چند میلیون دلار ایران رو به اصطلاح جریمه کردن که به چند تا خانواده بده، حالا کوت و باز بیاد، ولی مادران و پدران داغدیده هستن در ایران که میگن ما غرامت نمیخوایم، ما میخوایم مسئولین شناسایی بشن و در دادگاه به اصطلاح عادلانه محاکمه بشن، که به نظر من این حرف درستی است. و خیلی هاشون میگن علی خامنه‌ای همینجوری که رهبر میگه هست. این اشکال حکومت‌های دیکتاتوری اینه، وقتی یه نفر میشه شاه سلطنت میکنه و حکومت میکنه، وقتی یه نفر میشه رهبر، وقتی یه سازمانی مثل مجاهدین میشه رهبر علیدتی، اینا همه مسئولیت ها میاد سراغ اونها. اولین کاری که اینا میکنن به هیچ کس جوابگو نیستن، یعنی درست برعکس کلمه مسئولیت که یعنی باید سوالها رو جواب بده، اینها به سوال هیچ کس جواب نمیدن و هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و مغز معیوبشون فکر میکنه که دانشمند هستن، بهترین هستن، نابغه هستن. بگذاریم، در هر صورت سالگرد این فاجعه بود که کلمه فاجعه درسته. یکی دیگه سالگرد به اصطلاح قتل قاسم سلیمانی بود که برای اینم دیگه خیلی دارن شورش میکنن، مجسمه میسازن، صبح مجسمه میسازن، مردم آتشش میزنن، اسم میارنش پایین، نمیدونم حالا دیگه شده قهرمان ملی حاج قاسم و اینها. بعدم خواهیم اگه این شهید شده رفته جایی که دلش میخواسته و آرزو داشته، دیگه شما چرا تو سر میزنید؟ عجب مشکلی داریم. اینم برمیگرده به همون که اینها منطق رو قبول نمیکنن. خب آقای جلیلی شیرزاد عزیزمون اینجا میگه سلام، خوبی؟ بله من خیلی خوبم و این برنامه اگر 4 ساعت زودتر از به اصطلاح ساعت معمول داره اجرا و پخش میشه، به دلیل اینه که هفته قبل گفتم یکی از دوستانمون آقای مو پارسی که دوستان و فامیل بهش فرزاد میگن، فرزاد پارسا و خانمشون رویا، فرزندشون رو، تنها فرزندشون رو شاهین از دست دادن و این جوان 40 سالش بود و میدونم هیچ چیزی نمیتونه غم اینها رو به اصطلاح آلام ببخشه، و ولی ما به عنوان دوست، فامیل، رفیق، آشنا میریم اونجا امروز ساعت 2 بعد از ظهر تا بلکه بتونیم یه مقداری در غم اینها شریک و سهیم باشیم و اینها رو دعوت کنیم به استقامت و صبر. امیدوارم که بتونن تحمل کنن، چون واقعا این هم فاجعه بزرگی هست. خب در این هفته ای که گذشت، چون امروز 19 17 دی رو هم داشتیم، 17 دی توی ایران به عنوان روز زن نامگذاری شده بود، از اونجا به اصطلاح شروع شده بود که به اشتباه رضا شاه کشف حجاب کرد. آقا جون، رضا شاه کشف حجاب نکرد، رفع حجاب کرد، که کار اشتباهی هم بود. به جایی که با تشویق مردم، ترغیب مردم، فرهنگ سازی کنه و
و بگی بابا این چیه، این آشغال رو میکشی تمام آشغال های کوچه و خیابون رو میاری، همچین هم که میرسی خونه درست کنی میذاریش اونجا. و چه فیلم هایی ساخته بودن، فیلم های ایرانی، یاد خانم چادر سرش بود ولی آسینش رو زیر بغلش و یقش و همه چی اون زیر، و چه بادی میداد تو خیابون به این چادرش و اینها. در هر صورت ایرج میرزا خیلی شعر قشنگی گفته، اگه دوستان لطف کنن لینک اون شعرش رو بذارن، که میگه تو کوچه خانم خیلی حجابش رو چسبیده بود و اینها، بعد گویا این هم میچسبه به خانمه، ولی خانمه نگران این نبوده که این چسبیده بهش، نگران این بوده که حجابش یا چادرش نیفته. در صورت این هم ماجرای کشف حجاب، رفع حجاب، و از او بر دیدید که به اصطلاح عکس العمل یا ریاکشن بدی که داشت این بود که الان به زور حجاب سر مردم میکنه، سر زنها میکنن. این نور ما امروز اینجا چون صبح برف و چون صبح بارون یخ می اومد الان عوض شده و اینا، هوا ابریه، وقتی هوا ابری میشه درسته که نور برای عکاسی بهترین هست، ولی اون موقع اختیار از دست شما میره و در حقیقت اینجوریه. و من معمولا یه پرده مشکی یا سرمه‌ای یا آبی تیره میزنم اینجا، امروز یادم رفته، من این هفته ای که گذشت حقیقتا حال و روز خوشی نداشتم، باور نمی کنید هنوز نتونستم اون قدرت رو پیدا کنم که تلفن رو بردارم و به این دوستمون آقای مو پارسی چند کلمه صحبت کنم. امیدوارم که امروز در اون برنامه ختم یا یاده بود، چون اینها از ساعت 11 تا 2 به اصطلاح اون کفن و دفن و اینها هست، بعد 2 به بعد برای افرادی که مثل من و دیگران جزء فامیل نزدیک و اینها نیستن، برنامه گذاشتن به عنوان یاد بود یا همون مراسم ختم میگفتن. خیلی ممنون آقای موصلی عزیز، واقعا من چون برادر کوچیکم رو از دست دادم و شاهد بودم که پدر و مادرم، مخصوصا مادرها، چه زجری میکشن وقتی که این قانون نرمال طبیعت که این هست که پدر و مادر زودتر به اصطلاح از بین برن بعدن فرزندان، این قانون به هم میخوره، اون پدر و مادرها واقعا یک کاتاستروفی یا چی میگن فاجعه ای تو زندگیشون اتفاق میفته. در هر صورت امیدوارم که استقامت داشته باشن، صبر داشته باشن، بتونن تحمل کنن. و اما توی این برنامه یه هفته ای که گذشت یه چیز خیلی مهمی که برای ماها که آمریکا زندگی میکنیم مهمتر از هر حادثه ای بود، اولین سالگرد حمله اراذل و اوباش و تروریست. بله دوستان، تد کروز گفت اینها تروریست بودن که حمله کردن به کپیتال یا مجلس، اینجا مجلس سنا و مجلس شورای ملیشون یه جا هست، یعنی 400-500 نفر مجلس شورا هست، 100 نفر هم مجلس سنا، همش تو این قسمت کپیتال هست. خیلی ممنون، آقای اردشیر شیخی هم با ما هستن. دوستان اگه لطف کنین این برنامه رو با دوستان خودتون هم چه الان چه در ساعات دیگه شیر کنید، ما ممنون میشیم. ما که واقعا بریدیم، از بس گفتیم حمایت کنید و کسی حمایت نکرد. اقلا کوچکترین کاری که میتونید بکنید به عنوان حمایت اینه که روی یوتیوب به اصطلاح سابسکرایب کنید، فالو کنید، اون زنگوله رو بزنید، دیگه همه اینا رو بلدید. از بس هر چیزی رو شما نگاه میکنید میگه که شیر، لایک، فالو، سابسکرایب، و این کار را حتما انجام بدید، من ممنونم. و اما اون اولین سالگرد این باز فاجعه که دموکراسی آمریکا داشت از بین میرفت به توسط یه آدم شارلاتان خودخواه خودشیفته به نام دونالد ترامپ، که حاضر نبود قبول کنه که سیستم انتخابات اینه، اگه تو میری پاش یکی از 50% اینه که شما ببازی، 50% برنده میشی، 50% میبازی، و باغ شکایت ها کرد، همه شکایت هاش بی نتیجه بود، همه گفتن که اشتباه میکنی، 97 تا از سناتورها گفتن که جو بایدن رئیس جمهور قانونی اینجاست، و میبینید که الان بیشتر از
بیشتر از یک سال نه، یعنی تقریبا یک سال هم هست جو بایدن هست، و جو بایدن یک سخنرانی بسیار پرقدرت و درست انجام داد و گفت که ما باید هممون به فکر دموکراسی باشیم، نه مثل دونالد ترامپ فقط به فکر بردن خودش. و خیلی جالب بوده، فقط پتی گفت که من حاضرم یه پولی بدم یه نفر این رو به فارسی بنویسه رو ویدیو. گفتم که دوستان الان توی ایران انگلیسیشون واقعا میگم از من حداقل بهتره. انگلیسی پتیک رو نمیدونم، چون خب قبلا هم برای کفش ملی کار میکرده و اینها، ممکنه به اصطلاح انگلیسیش بهتر از من باشه. وقتی کسی زبان ارمنی میدونه، فارسی میدونه، زبانهای دیگر رو میدونه، آسونتره براش بین زبانها به اصطلاح رفت و آمد کردن اینها. در صورت گفتم همه متوجه میشن، ولی اگه کسی بخواد، چون ترانسکریپتش هست یعنی نوشتش هست، و اینا مثل دونالد ترامپ نیستن که قایم کنن، چیزها رو در اختیار عموم قرار میدن، میتونن اون ترانسکریپت رو به وسیله گوگل ترانسلیت ترجمه کنن به فارسی. و به نظر من هر کسی، مخصوصا ما ایرانی هایی که تو آمریکا زندگی میکنیم، این رو باید بخونیم، باید گوش بدیم و روش فکر کنیم. ممنون، متشکرم. و اما تست کیت برای کرونا، حتی خود پتیک نوشته بود که نگاه کن یه چیزی که قراره مثلا بفروشن $12 فکر کنم دارن میفروشن $25. بازم صد چی میگن، آفرین به شرف اینا که اگر گرون فروشی میکنن فقط 100% گرون تر میفروشن. ولی ایران که یه چیزی وقتی احتکار میکنن بعدا به 200% و 300% و 400% هم راضی نمیشن. ولی یه سوالی که من از دوستان دارم اینه که خب شما اگه مسافرت میخواید برین، اگه بچهتون مدرسه میخواد بره، بهتون گفتن یه جایی که باید این نتیجه تست رو بیارید، بله حق دارید برید تو صف وایسید، حق دارید برید بخرید، هر کاری که خودتون صلاح میدونید انجام بدید. ولی مثل من و شما که لازم نیست جایی اون تست رو نشون بدیم، واکسنامون رو زدیم، برای چی بریم تست کنیم؟ اونم تستی که میگن این بیماری مانند فلو خواهد بود با ما برای سالها که بیاد، و تا همه ما نگیریم اینو، ممکنه بگیریم تو بدنمون بیاد مثبت نشون بده، یعنی داریمش، ولی هیچ عارضه و نمیدونم عوارضی هم نشون نده، نه سرفه کنیم، نه گلو درد. گلو درد ما هر روز اینجا داریم، دکتر هم دیگه میگه این مال آلرژیه، اینجا جایی هستی که گلهای مختلفه، گیاهای مختلفه، این گلو درد. و خب حالا من رفتم فهمیدم مثلا کرونا ویروس چی هم مثبته، خب میخوای چیکار کنیم؟ به بیمارستان به دکتر زنگ بزنیم، میگه تا موقعی که سیمتمش نداشته باشه، سیمتمش سرفه و تب و نمیدونم حس چشایی، حس بویایی، اینا رو از دست میدی، اون موقع نمیتونی کار کنی. حالا راجع به بویایی هم براتون میگم، یکی از تست کیت ها این شده که یک خانم آمریکایی که در یه فیلم شرکت کرده بوده، وقتی گفتن گاز معده یا باد معده، حالا مثل که میگن باد روده، آقا به زبون خودمون همون گوز، گوز میکنه توی شیشه میفروشه برای اونا. شاید اونایی که کرونا گرفتن میخوان ببینن حس بویایی دارن یا نه، ولی نمیفروشه $2، $5، $10، میفروشه $1000 و $200,000 هم تا حالا درآمد داشته. ولی چه کار کرده برای که گاز معده تولید کنه و باد روده تولید کنه و تو شیشه کنه؟ خوراکای خورده که فکر کرده هارد اتک گرفته یا ایست قلبی، میره بیمارستان بهش میگن نه، تو از بس چیزای گازدار خوردی، این روده و معده و اینها رو حجمشون زیاد کردی و اینا جایی ندارن، یا باید از پایین برن بیرون که میشه بواسیر و اینا، یا میان بالا اومدن فشار آورده به قلبت و این دردی که اسم میکنی درد بزرگ شدن اونهاست. حالا دست برداشت یا نه نمیدونم. اگر شاهین اینجا الان اومد، سلام، چرا الان شروع شد؟ هفته قبل گفته بودم که من امروز به خاطر مراسم یاد بوده پسر دوستمون 4 سال زودتر شروع میکنم، ضمناً روی فیسبوک هم گذاشته بودم، اگه شما فالو میکردی امروز صبح برات میومد که سوربی برنامهش امروز ساعت 10 صبح شروع میشه. نمی کنیم،
همین کاری که شما به دیگران میگی انجام بده خودت برای من انجام نمیدی، من برای شما انجام نمیدم. وقتی میای میشینی ویدیو درست میکنی، دیگران رو مسخره میکنی، میگی نگاه کن چقدر بیننده دارن، یکی از اون بیننده ها شما هستی، یکی دیگرش من هستم که فلان خانم آمده تو خیابون ترکیه مست کرده 200,000 نفر رفتن دیدن، ولی شاهین بیچاره میشینه یک هفته برنامه درست میکنه، اولین باری که میذارش رو یوتیوب، یوتیوب همش میگیره میگه ورش دار، وقتی هم ورش میداره تازه بعدم تنبیهش میکنه. سوروی یک هفته میشینه اینجوری مینویسه، دیگه حالا آبی و قرمز بنویسم که کاغذ کمتر مصرف کنم، اینقدرم کاغذ میذاریم، بعدا نگاه میکنیم ماکسیمومش، حالا من خیلی هنر کردم بعد از 20 چند سال 800 900 نفر بیننده، ولی برید نگاه کنید این آقای امید دانا که تا پریروز طرفدار رضا پهلوی بود و چون دید اون محلش نمیذاره، من نمیدونم این چجوری با کجا خودش رو وصل کرده، الان بزنید یه وبسایتی هست درآمدها رو نشون میده، نوشته از ماهی 300 دلار تا 10,000 دلار، مال منو بزنید داشته ماهی 2 دلار. اینجوری هست. برگردیم به سوال شما که جوابش اینه که من چون امروز ساعت 12 هم برنامه دارم با دوستان مجاهدی که جدا شده هم تا 1 و باید 2 اونجا باشم، فکر کردم برنامه خودم رو بیارم جلو، چون میدونستم که اگه برم اونجا و برگردم دیگه من اون حال هوای برنامه اجرا کردن رو ندارم. خب این ماجرای تست کیت برای کرونا 19 رو گفتم، پول بی خود ندید، دولت مجانی در اختیارتون میذاره، یه جایی هست مجانی حتی انجام میدن، ولی بعضی وقتا به خاطر اینکه ما هول میشیم جریمه میدیم با تو صف وایسادن، تو سرما وایسادن، تو گرما وایسادن. بحران دیگه ای که توی این هفته از یک شنبه گذشته تا امروز بود بحران قزاقستان بود و آقای طهمورث زمانی به شوخی گفته بود که اونجا هم شعار رضا شاه روحت شاد بود چون اونها دنبال حکومت قزاق‌ها هستند. اینم این ماجرا. و اما سراغ دوستمون آقای علی اکبر خلصی یا علی اکبر خالصی بوشهری و دو تا کتاب خاطرات ایشون داره، من اینا رو روی فیسبوک قرار دادم لینکش رو، اگر براتون اون مشکلی که پیداش کنید، اگر مایل هستید کتاب‌های PDF مجانی روی اینترنت از طریق به اصطلاح به وسیله خود آقای علی اکبر خالصی بوشهری نوشته شده، زحمت زیادی کشیده، نتیجه عمرش رو، تجربهش رو، اینها رو داره برای من شما توضیح میده و داستانهای خیلی قشنگ، اون رو اگه نتونستید رو فیسبوک من پیدا کنید با فیسبوک تماس بگیرید، یعنی فیسبوک من، یا با ایمیل و با تلفن تماس بگیرید، من براتون میفرستم، ارسال میکنم از طریق گوگل درایو یا هر جور دیگه که امکانش برای شما آسون باشه. ما ایرانی ها هنوز مثل گنجشگاه جوجه باید یک کسی اون خوراک رو برامون بیاره بجوه بذاره تو دهنمون، نمیریم خودمون دنبالش. در اصل نمیدونم اگرم اسم آقای علی اکبر خالصی بوشهری رو به فارسی گوگل کنیم توی سرچ انجین ها آیا این دوتا کتاب میاد یا نه، چون من که گذاشتم مطمئن نیستم به فارسی نوشته باشم. اینم برای کار امروز اینجا الان ضربه در میزنم که روی گوگل این کار رو انجام بدم که از هفته دیگه یا از فردا شما وقتی زدید بیاد اون برنامه. و اما دوربینی که هفته پیش نشون دادم ایشون خواست و پسر ایشون با من تماس گرفت، گفت پدرم این دوربین رو میخواد، من براتون فرستادم آقای خالصی، دیروز نوشته بود رسیده، لطف کنید صندوق میل باکس یا هرچی چک کنید به من خبرش رو بدید و به شما تبریک میگم که شما یک پسری مثل حسین آقا داری، احتمالا فرزندهای دیگت هم همینجوری آدم های سردراه، آدم های خوبی هستن و قدر شما رو میدونن و براتون حاضرن زحمت بکشن. میدونم یه تلفن زدن که زحمتی نیست، شما کارهای زیادی برای فرزندانتون انجام دادید، ولی ببینید تو جامعه ما افرادی هستن که پول بابا و مامانو خوردن، الان محلن بهشون نمیذارن، بردن گذاشتنشون خونه سالمندان، حتی بهشون سر نمیزنن. در هر صورت
هم پدر و مادرها قدر این بچه های خوب رو بدونن، هم بچه ها قدر پدر و مادرشون تا هستن بدونن. من برای حسین آقا نوشتم که ببین من نمیخوام نصیحت کنم، ولی من 30 سال 92 و الان میشه 30 سال پیش پدرم رو از دست دادم و روزی نیست که آدم به فکر پدرش، به فکر برادرش نیفته. و ما متاسفانه تا هستم ای رفیق ندان این که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. قدر اونایی که هستیم بدونیم، اونایی هم که رفتن خاطرات زندگیشون رو جشن بگیریم با بازگو کردن و یاد روزای خوبی که داشتیم. در کشور آلمان هنوز اینجا مجانی میگیرن عزیز من، اینجا مجانی میگیرن، توی ارتش آوردن تو خیابونا، توی کلیسا و اینا، ولی صفش طولانیه. بعد بعضیا نمیخوان تو صف وایسن با ماشین و اینها، ولی اینجا مجانیه. 500 میلیون تست آقای بایدن، ببین جمعیت آمریکا 330 میلیونه و خیلی هاشون هم نمیخوان، میگن اصلا برای ما مهم نیست کرونا بگیریم نگیریم، تست هم نمیکنیم. خب ولی 500 میلیون تست سفارش دادن که بیا، ولی ما باید خودمون رعایت کنیم. من بذارم اگه آقای موصلی میخواد بره مسافرت و اون هواپیمایی یا شرکت اتوبوسرانی یا قایق یا قطار هرچی بهش گفته باید نتیجه تو دستت باشه، بذاریم اون بره جلو، ما نذاریم صف رو شلوغ کنیم. من که نمیگیرم الا که سیمتام داشته باشم، یعنی اون علائم و عوارضش داشته باشم، بعد میرم دکتر یا میرم بیمارستان. و الا شما تست بگیری، خودت نگران کنی که داری، حالا موقعی چیکار کنی؟ میخوای مثلا مایعات بیشتر بخوری؟ خب برو بخور اصلا، میخوای چیکار کنی؟ خب درصد ممنون و متشکرم، مرسی. میگه که آمد فکر کردم مال کانال آواز، برام پیغام آمد که برنامه صوبی شروع شده. آقا ما رو مسخره کردی شاهین جان؟ از سوربی آمده که برنامه سوربی آغاز شده، بعد تو فکر کنی مال کانال آواز؟ آن کانون آواره میگی، خب اونا برنامه سوربیه دیگه، میمدی شاید من نه بابا اولش هم نوشتم سوربی با مردم، تو رو خدا اذیت نکن، من امرو حال خوبی ندارم. خب دوربین لطف کنید آقای خالصی بوشهری به من بگید که رسید. و اما کتاب گویا، من درباره کتاب گویا صحبت کردم. آقای خالصی یک حالت طنزی داره تو گفته‌هاش. ببخشید دوستان، عدسه میخوام بکنیم روی آستینتون، توی دستتون عدسه نکنید، بعدم دست بدید به همه، بعدم دست بذارید به همه جا، از فرمون ماشین توی آستینتون، توی آرنجتون، این درسته آرنج، این مچ، این آرنج، توی آرنجتون عدسه کنید. خب ما اصلا برنامه از اول تا آخر آموزش، حتی اونی هم که میاد چیزی یاد نمیگیره خودش یه آموزش، آموزشش اینه که شما اینجا چیزی یاد نمیگیری برو یه جای دیگه، این هم از. و اما کتاب گویا آقای آقای خالصی به پسرش گفته به سوربی بگو که خودت با اون صدای استریوفونیک بخون. حالا نمیدونم صدای استریوفونیک خوبه یا بده، ولی شاید اونایی که برنامه من رو دیدن در سالهای گذشته بدونن که من از طریق صدام به رادیو تلویزیون آمدم، نه از طریق شکل و شمایل و هنرپیشه بودن و اینا. درباره هنرپیشه بودن شاید یوتیوب ویدیو تو لینکشو بذار اینجا، برید ببینید دوستان چه احمقای هنرمندای ایرانم. یه خانمی، حالا این هنرپیشه ایرانی خیلی خوشگلن، بدون جراحی هم خوشگله، این خانم خوشگلم نیست، من نمیدونم به چیش مینازه. بعد میگه ما که هر جا بریم سفارت ها به همون ویزا میدن. ببخشیدا باید بهش بگی خانم بیدندون، برای ریدن تو قندون کجا بهت ویزا میدن. شاهین خوب جواب داده بود بابا اینا نگید، صد تا هنرپیشه و خواننده و بربر توی کمپ های پناهنده ها هستن، کجا ویزا میدن به تو؟ چقدرم پوز میده، بعد افتخار میکنه که معتاد نیست. من نمیخوام شرط ببندم که شما معتادی، ولی آدم معمولی نمیاد بشینه یه همچین مزخرفاتی رو اونم بذاره رو ویدیو بگه که سند باشه. حالا ما دیگه عادت کردیم 22 سال داریم مزخرف میگیم، خودمونم میگیم مزخرف، کسی نگه سوربی مزخرف میگه. خب کتاب گویا آقای
خالصی عزیز، من کتاب گویا به آقای لادن پیشنهاد کردم، ایشون هم انجام داد. کتاب گویا به نظر من کار خوبیه، ولی به دوستانی که کتاب می نویسن پیشنهاد میکنم کتاب رو با صدای خودتون گویا کنید. دلیلش هم الان بهتون میگم. بذارید من یه صفحه از کتاب شما رو بخونم بعد بهتون میگم. سرافراز رحیمی قبلا شما رو بوده، ممنون. سراب جناب سوربی اوکی امشب اوکی، خیلی ممنون. امروز یه دوستی داریم در ساعت 12 که از کانون جدا، از سازمان مجاهدین جدا شده. این با میدونید اینجوری دیگه کمک میکنن با هم دیگه، با آیدی یکی دیگه از دوستان از طریق اسکایپ میاد و حتما صحبت میکنیم. بله، این شاهین ویدیو رو گذاشت، اتفاقا تیتر خوبی هم گذاشته، باد معده ستاره تلویزیون 200,000، باد معده ستاره تلویزیون 200,000 دلار قیمت دارد. من سالها پیش گفتم بابا این آقای لری کینگ کراواتایی رو که تو برنامه میزنه یه بار بیشتر نمیزنه. میدونید چه کار میکنه؟ بعدش میفروشدشو. بعد اون موقع 7,000 دلار 10,000 دلار میرفت. حالا ما به این کراواتی رو که 15 سال پیش زدیم هنوزم میزنیم. چرا؟ خب نمیتونیم که بفروشیم بریم 3 تاشو بخریم. مجبوری همین آویزون کردیم اینجا پشت در کراوات میزنیم. این آقای حقا برید ویدیوهاش نگاه کنید. یک کت سفید داشت، شلوارم فکر کنم نداشت. چون تو تلویزیون مهم نیست که شما شلوار پات باشه یا کمپتی باشه. دیدید دیگه این آقای امید دانا بلند میشه کمپتیه. خلاصه یک کت سفیدی داشت. این از روزی که 20 سال پیش داده بودش خوشویی تو پلاستیک بود، تو همون پلاستیکی که الان شده بود مثل پلاستیکای نون آلو فروشای دم سینما دمکدی شیراز، اینو با ماشینش می آورد قبل از اینکه بره برنامه می پوشید. چی می کنم؟ منم الان اینجا یه 10 تای کت دارم، یه 20-30 تایی هم کراوات اینجا دارم، پیرن تمیز می پوشم، میام اینجا بستگی به رنگ این و این انتخاب میکنم یه چیزی می پوشم. اینه ماجرا. و این ماجرای باد معده و فلان اینها ول کنیم، بیان با دو تا حرف جدی بزنیم. من و تلویزیون مردم همین یکی رو کم داشتم که این شاهینم بیاد تو جمع ما. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، ولی اینم از من دیوانه تره. اقلا ما میگم ما جوانتر از این بودیم که دیوانه شدیم. بمانه این کتاب رو من پیدا کنم یه صفحش رو بخونم و به شما بگم که وقتی دیگران میخونن چه اشکالی هست. اجازه بدید فقط من نوشتم کتاب، اینجا نوشتم بوکس کار، یک لحظه این هم یه داستانی بگیم. حالا آتیلا یکی از بیننده ما اینو نوشته بود، جالب بود چون راجع به کتاب هست بگیم. آقای خالصی هم حتما لذت میبره از این. میگی کتابی دختری کتاب میفروخت و معشوقه‌اش را دید که به طرفش میاد. در این حال پدرش در نزدیکش ایستاده بود. به معشوقه‌اش گفت آیا شما به خاطر گرفتن کتابی که نامش پدر در خانه هست، از یورد دویر نویسنده آلمانی آمده اینجا؟ پسر گفت خیر. بذار یکم بزرگترش کنم، اصلا نشونش بدم. اونا که زحمت کشیده ایشونو ما هم داریم چی میکنیم، بالاخره یک کار درست انجام بدیم. این آتیلا چیزای خیلی قشنگی روی فیسبوکش میذاره، من بعضی وقتا خیلی میخندم و باز یادش میفتم میخندم. خب میپرسه که آیا به خاطر کتابی که نامش آیا پدر در خانه هست، از یور دانیال نویسنده آلمانی آمده؟ پسر گفت خیر، من به خاطر گرفتن کتابی به اسم کجا باید ببینمت از توماس مونیز نویسنده انگلیسی آمدم. دختر در پاسخ گفت آن کتاب را ندارم، اما میتوانم کتابی به نام زیر درختان سیب از نویسنده آمریکایی پاتریس اورفر را پیشنهاد کنم. پسر گفت خوب است، آیا می توانی فردا کتاب بعد از 5 دقیقه تماس می گیرم از نویسنده بلژیکی ژان برنارد را بیاوری؟ دختر در پاسخ گفت بله با کمال میل، ضمناً توصیه می کنم کتاب هرگز تنها نمی گذارمت از نویسنده فرانسوی میشل دانیل را بخوانی. بعد از آن پدر گفت این کتاب ها زیاد است،
آیا همش را مطالعه خواهید کرد؟ خواهد کرد؟ دختر گفت بله. پدر او جوانی باهوش است. پدر گفت خوب است دختر دوست داشتنیم. در این صورت بهتره کتاب من کودن نیستم از نویسنده هلندی فرانک مرتینزیریم چیزی رو بخواند. و تو هم بد نیست کتاب برای عروسی با پسر عمویت آماده شو از موریس استانکویچ را بخوانی. اینم برای اونایی که کتاب میخونن، چون شاهین در این ویدیوی این دفعه راجع به کتاب و اینا که چگونه این شروع کرد با کتاب و اینها، ولی دید که آقا کتاب متاب خیلی طرفدار نداره، این فیلم های علکی و به اصطلاح کوتاه بیشتر و بهتر هستن. اینجا نوشتم کار، اینم بعدا میخونم. دارم دنبال صفحه کتاب آقای خالصی میگردم و میخوام به ایشون پیشنهاد کنم که اگر میخوان کتابشون گویا بشه این رو خودشون انجام بدن، و اگر میدونن مشکلی دارن در اصطلاح خوندن کتاب ها و اینها، خب اون دیگه بدیم به یه نفر که فارسیش خوب باشه. دلیلش هم من میخواستم با نشون دادن کتاب بهتون بگم. حالا بذار ببینم کجا چی نوشتم. خدایا، خب صفحه 15 کتاب 2. آها اینجاست، این کتاب 1، این کتاب 2. من مثلا صفحه 15 این کتاب رو برای شما میخونم و بهتون میگم. بذارید این صفحه رو من نشون بدم. کلا میایم اینجا و میگیم select area. این کتاب دوم 200 صفحه است دوستان. به نظر من مخصوصا چون مجانی هست پیداش کنید روی فیسبوک. اگه نتونستید اون وقت اینم اسمشون اینجا نوشته، خاطرات علی اکبر خالصی بوشهری، بعد اینجوری تهران 1399، الان 1400 ایم، یعنی تازه از این کتاب. حالا داستان حتی چاپ کتاب و اینا رو آقای خالصی توی یکی از برنامه ها به صورت پیام گذاشت. خب ما این پیشنویس ها و فهرستش و اینها رو رد میکنیم تا بیان پیشگفتار صفحه 11 شروع میشه، این صفحه 12، صفحه 13، صفحه 14 و اما صفحه 15. حالا من براتون میخونم، بعد میخوام بهتون بگم که اگه من اینو بخونم چه اشکالاتی ایجاد میکنه و زحمت آقای علی اکبر خالصی رو هم یک جوری ما به باد میدیم. خاطره ها، این خاطره ها کار دل و دیده و دست است، آغاز شکست است. من مثلا همین که یه شعر هست یا نظم تقریبا، این خاطره ها کار دل و دیده و دست است، آغاز شکست است، این رو متوجه نمیشم. یعنی چی این خاطره ها آغاز شکست است؟ اینو برای من اگه توضیح بدید بعدا هفته آینده پیام بذارید من پخش میکنم. نویسنده خاطرات علی اکبر خلصی و در بوشهر مشهور به خالصی، فرزند حسین متولد 1313 یعنی 1313 خورشیدی در شهر کازرون فارس است که از 3 سالگی در معیت پدر و مادر به بوشهر رفت. شناسنامه او در این شهر صادر شده و در همین شهر به مدرسه رفته است. او خود در خاطرات و یادداشت‌هایش نوشته است: از پدر و مادرم شنیدم که در کازرون به دنیا آمدم. 3 ساله بودم که در بوشهر برایم شناسنامه گرفتم. پدرم حسین مهندس راه و مقاطع کار جاده شیراز به بوشهر بود. مدتی در برازجان بودیم که خواهر کوچکم را در این شهر از دست دادیم. آخه سپس از برازجان به دالکی آب میخک، این کنار تخت است دوستان. مثلا من میگم اگه من بچه اون اطراف نبودم ممکن بود این رو میخوندم کنار تخته، در صورتی که کنار تخته است و کنار در فارس و شیراز و اینها هم اسم درخت هست، هم یک از همون برگ درخت که سدر بهش میگفتن یک موادی درست میکردن توی حمام قبل از شامپو. بیا تو شما برید 2 تومن بدی شامپوی دارمو، با همون سدر یا با کنار که سبز رنگم بود، نه حنا نه اشتباه نکنید،
حنا موهاتو رنگ میکنه، ولی با کنار یا صدر موهاتو میشوسید. این اشکال آقای خالصی اگه دیگران بخونن اونا نمیدونن این کنار تخته است، کنار تخته است چیه. و بالاخره ایشون نوشته کنار تخته و کازرون رفتیم، گویا مردم مراسم زیبایی با اسبهای سفید و شلیک گلوله برای ورود من انجام دادن. باز یه چیز دیگه است که من نمیفهمم، شما اگه 3 سالتون بوده و با پدر و مادر رفتین، اونا برای ورود شما این کارو نکردن، احتمالا برای ورود پدرتون قدردانی کنن که یه مهندس یه مقاطع کار اومده اونجا. و شما چرا میگید گویا؟ اگه همون جوری که گفتید پدر و مادرتون گفته شما در کازرون دنیا آمدید، پس این رو هم باید بگید که به گفته کی خلاصه سنگ تمام گذاشتن و اکنون از همه آنها متشکرم. بعد از کازرون دوباره به گرازجون رفتیم و سرانجام مقیم بوشهر شدیم و در همین شهر به مدرسه رفتم. من این یه صفحه رو خوندم که برای من خب هیچ اشکالی نداره کتاب شما رو بردارم بخونم و غلط و غلوط بعدم بگم که من اینقدر ساعت برای شما کار کردم، ولی من به خودم اجازه نمیدم این کار رو انجام بدم و نه الان. سالهاست که دارم میگم حتی شعر وقتی یکی میخونه اگر شاعرش زنده باشه من خجالت میکشم بخونم، چون میترسم شعر اونو خراب کنم. اون بیچارهایی که فوت شدن رفتن، خب دستشون از دنیا کوچیکه و کوتاه و هرچی هم ما غلط غلوط بخونیم هیچ کاری اون نمیتونم بکنیم. یه خانمی ویدیوش هست بخونید، اومده شعر فال حافظ بگیره، بعد میگه حافظ بیاد روم فلان، پسره میگه چرا روم بیاد چیه؟ بعد میگه خب چیه؟ میگه بابا این روانه. حافظ مثلا گفته روم فلانی، میگه بیاد روم یه چیزی اینجا، میگه آقا این فارسی دوستان با وجودی که 32 تا حرف دارین متاسفانه ا ای او ان ان اون تشدید همزه اینا جزء این نیست و این یه نقصیه تو زبان فارسی. یعنی باید یه کسی برای من و شما خونده باشه که تمر پشت رو می‌نویسن تمبر ولی می‌خونن تم، خواهر رو می‌نویسن خواهر ولی می‌خونن خواهر، خواستن رو می‌نویسن خواستن ولی می‌خونن خواستن. به این دلیل هست که کسی که می‌خواد اون کار گویا کردن کتاب رو انجام بده، باید بعد از اینکه شما این همه زحمت کشیدید اون یه مقداری دانش این کار رو داشته باشه. هستن کتابای گویا الان تو ایران خیلی زیاد شده، در اصل اینم از این کنار آن کنار میوشم خوردنی هم بود. اینم آقای اکبری عمر شاهد از قیب، خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم که شما با ما هستید. و دوستان لطف کنید برنامه من رو هم روی فیسبوک هم روی یوتیوب اینها تا اونجایی که میتونید برای دیگران، برای دوستانتون، اونایی که بهتون گیر نمیدن، اونایی که بهتون فوش نمیدن، اونایی که احمق نیستن بگن فقط یه نفر باید حرف بزنه، نظرهای دیگر رو سرکوب کنن، بفرستین. خانم نسرین رجبزاده میگه سلام آقای سوری، تشکر از برنامه خوبتون. امید دانا پی به ماهیت حقیقی و واقعیت رضا پهلوی و دار دستش برد و راهش را جدا کرد، نه اینکه رضا پهلوی محلش نذاره. نه خانم، ببینید شما برید با خود امید دانا تماس بگیرید، ببینید که چقدر به من فحش زن و بچه و ناموس و نمیدونم تهمت و توهین و اینها کرد و من هی بهش گفتم آها این روان به خوابه که اون میگه روم بخواب، این حافظ میگه روان به خواب، اون خانمه میگه روم بخواب. خب ببینید اینه که آقای خالصی حواستون باشه کتابتون رو چه کسی میخواد گویا کنه. خب خانم نازنین خانم، نسرین خانم، ببخشید نسرین خانم، شما با امید دانا تماس بگیرید. من هنوز شک میکنم که این یه جوری آخوندا یه کچ گروگان گرفتن، یه جوری تطمیعش کردن و الا امکان نداره یه نفر، نمیخوام بگم یه شبه، یه نفر توی 1-2 سال از این رو به این رو بشه. این نرمال نیست.
این آقای داریوش سجادی میره ایران و میاد و الان هم یه تلویزیون میخواد درست کنه و تبلیغ میکنه و اینها، اون نرماله، خطش معلومه. آقای امید دانا اومد اینجا خیلی این ور و ور پرید که با رضا پهلوی چیز بشه. رضا پهلوی زبله، میدونه که اینا کاری نیستن، پولی هم ندارن. رضا پهلوی دنبال اونایی که پول داشته باشن. در صورت اگه خواستید یه وقت من با این باهاتون بحث میکنم. ولی امید دانا چرا بعد از این همه ماجرا هنوز نیومده یه بار بگه که من از سعودی عذرخواهی میکنم؟ که این مرد بارها به من گفت ما هم مثل تو نادان بودیم، ولی وقتی رسیدیم اینجا فهمیدیم و راهمون رو عوض کردیم. حالا شما میخواین بگین خب شما چرا عوض شدین؟ ما نه اون موقع به اون شوری شور بودیم، نه بعد به این بینمکیش کردیم، و نه آمدیم بگیم خامنه ای نمیدونم کوروش کبیر سپاه پاسداران گارد جاویدان. ببینید چه مزخرفایی میگه. آخه این معلومه که یه چیزیش میشه، حالا توی جزایر قناریه، توی اسپانیا، توی سوئد، توی کانادا، من نمیدونم که اینا حتی جاشون هم دروغ میگن. میدونید یه اشکالی هست عزیزم. شما میتونید ایشون رو دوستش داشته باشید، برنامه‌هاشو نگاه کنید، از ادا و اطفارا برید یه برنامه نگاه کنید. این اومده آقایش داریوش سجاده رو دعوت کرده نشسته اونور از آریزونا، خودش همش یا به فکر انگشترشه یا هی کراماتشو اینجوری میکنه، یا اینجوری اینجوری میکنه. آقا تو تیزبونی که حرف میزنی، سوسول که هستی، حالا زنم گرفتی برای رتگم کردن، مثل که بچه هم داری. خب مگه فرخزاد نبود؟ فرخزاد خودش گفت 10 سال با یه زنی زندگی میکرده، 10 سال هم با یه مردی. حالا که امید دانان بیاد بگه آقا خسته شده از این زنش، رفته به یه مردی ازدواج کرده، اونم صبر کنی. گر صبر کنی زبوره از واس سازم، زهین آقای امید دانا هم براتون فرخزاد سازم. در اصل ممنونم که بیننده برنامه ما هست. در این هفته ای که گذشت، خب صفحه 15 کتاب رو براتون خوندم، صدای استریفونیک رو گفتم، خیلی ممنون. و یه مصاحبه دیگه بود که قبل از سال میلادی، آخرین روزای سال 2021 انجام شده بود. بعضی‌ها میگن اتفاق افتاده بود. مصاحبه که اتفاق نمیفته، انجام میشه با قرار قبلی. اون میاد، اون میاد، آقای عبدی میاد، آقای خوشکوشک میاد، آقای ایکس و ایگرگ و کوفت و زهرمار میاد توی کلاب هاوس، میشینن 8-9 ساعت، یا توالت نمیرن یا تلفن رو با خودشون میبرن توالت میارن بمانن، میشینن صحبت میکنن و اینا 8-9 ساعت نشستن صحبت کردن. برید ببینید این خوشکوشک چی میگه. آنجوش نگاه کنید، خوشکوک کسی که تو قطعهای زنجیریه و اینها دست داشت، بعد آخوندها گرفتنش، به احتمال زیاد گفته آقا اون کارایی که کرده غلط کرده، باهاشون همکاری میکنه. و الان من فکر میکنم که این برنامه ها برای اینه که حتی همین قمپوزیسیون بیخاصیت ما رو هم بیخاصیت تر کنه. و آمده آقا آب پاکی رو دست همه ریخته از نور. مردکی احمد میگه من تو اداره اطلاعات کار کردم، 10 بار به جای نوریزاده میگه نوریزاد، خود منم اشتباه کردم، یه بار این محمد نوریزاده، اون یکی علیرضا نوریزادن، این با آخوندا بوده، اون از همون سالهای اول اومده، اون دکتر نوریزاده هست. به من 10 بار اسم این عوضی میگه، اسم آقای کاوه موسوی رو عوضی میگه، نمیدونم میگه میلا، یه چیز اینجوری میگه. این آدمه ببینید تو اطلاعات کار میکرده، این آدمه زن و بچه های مردم رو شکنجه میداده، این آدمه پرونده سازی میکرده برای اون. بعد میگه من الان اومدم مشهد، همه میگه اوه خدا نیابتی برای ما نوابمون بلا، ای خاک بر سرتون. خود پوفیوستون برید مشهد، امام رضا براتون چه کار میتونه بکنه که این حالا نیابتی برای شما چه کار کنه؟ که تازه حالا شاید دروغ بگید تو خونه خوابیده باشی تو رخت خواب بمانه. این آقا میاد همه رو خراب میکنه، حتی همه آقای واحدی، مجتبی واحدی، اول تعریف میکنه که این مجتبی واحدی خیلی آدم درستیه، همچین که مجتبی واحدی میگه آقا از میپرسه که شما در خارج ترور کردی یا نه، شروع میکنه به مجتبی واحدی، میگه تو از لحاظ سکسی و از لحاظ جنسی مشکل داشتی، زن اولت اینجوری، زن دومت فلان، بعد بعد واحدی رو شست و لگدمال کرد گذاشت کنار. بعد واحدی هم خب دیگه مجبور شد چیز کنه، گفت آره اون روز که خونتون بودیم تو فلان آپارتمان شیک، شما مگه نگفتی ای کاش که هر کسی تو این آپارتمان ها یه زن، هر طبقش یه زن. ببین حالا آقای واحدی هم جز اونا بوده، همشون کارشون خرابه.
درست خوشکوش داره تلاش میکنه اینا رو خرابتر نشون بده، ولی نمیفهمه که همتون گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. همین اتسامی نه درست میگم یا دانشور سیمین دانشور؟ خب اکبر خوشکوش، پته نوریزاده، ایرج مصداقی، کاوه موسوی، مجتبی وعدی و دیگر کمپوزیسیون ها را روی آب ریخت. و اما خب دوستان، من میخوام راجع به یه چی بهتون صحبت کنم که دو تا ماجرا برای من پیش اومد. یکی همین هفته که گذشت با دوست خوبمون آقای پتی که توی این تکست فرستادن، من مثلا از کامپیوترم تلفن مردم تیوی همین 22695573 میتونم تکست بفرستم، از تلفنم هم یه وقت دارم میرم با ماشین با اوبر نمیدونم سر کار به طرف واشنگتن یه چیز جالب میبینم، برای پتیک میتونم تکست بفرستم. باورتون میشه این نوع تکست ها با هم فرق میکنه؟ بعد به اضافه اینها، به علاوه اینها میتونم ایمیل هم بفرستم. بعد گله میکنه بعضی وقتا، میگه فلان چیز جواب ندادی، میگم والا بلا به خدا جواب دادم، اینها اینجاست، عکس میگیرم براش میفرستم، اون نگرفته. میگم برگردیم مثل اون وقتا، میدونید من تو ارتش اهواز که بودم توی رکن 4 فکر کنم لوجستیک یا تدارکات کار میکردم. خب اونجا مثل اینجا تو آمریکا هم هست، بهش میگن پرچس اوردر. شما مثلا وقتی میخوای راننده تو بفرستی یه چیزی بخری، اون طرف از اونجا زنگ میزنه، شما شماره بهش میدی، اون میدونه شما هستی، طبق شماره ها هم مثلا میگه شماره فلان 132 پی 132 ان فلان اینا برای میده. گفتم آقا بیاین نامه هامون هم شماره بذاریم، شما اگه 101 آمد من جواب 101 رو ندادم، شما 102 رو نفرست، صبر کن تا تکلیف 101 معلوم بشه. ولی آیا همه ما اینقدر با حوصله هستیم که دنبال کنیم حتی تکست های خودمون؟ گفتن ایرانی ها بیشترین تعداد تکست ها رو در روز ارسال میکنن، بیشترین ویدیو ها رو با واتساپ به هم دیگه میفرستن، بیشترین مزخرفات رو روی اینستاگرام و روی چیز برای هم میفرستن. امروز برنامه من خیلی، این تصویر خیلی داغون شده، من واقعا این هفته باید یه کاری انجام بدم. ممنونم از آقای اکبری که هفته پیش گفتود آقا اینها یه نفر زده تو سرت پنج شدی. گفتم خب دوربین بزنه خوبه، اقلا تو سری خور آخوند و رضا پهلوی و اینها نباشیم برای $10 $20 $1000. بگذاریم این تصویر من خیلی، یا نور اینجا زیاده یا دوربین تنظیماتش. هفته قبل درست قبل از برنامه سه بار اینجا برق رفت اومد. ما باتری داریم، باتری بکاپ، ولی دوربینمون روی باتری نیست. این مانیتور فقط یه دونه از مانیتور، اون سه تای دیگه نه، این مانیتور و بلنگو و میکروفونمون و خود کامپیوتر اصلی هست. اگه برق بره تا نیم ساعت 20 دقیقه اینا اوکیه، ولی اگه طولانی شد اون باتری هم میخوابه و از بین میره. در اصل اینم چیزایی که من تشکر میکنم از دوستانی که تماشا میکنن. ولی دوستان تکست و پیام و ایمیل ها رو دبل چک کنید، یعنی صرفا به این دلیل که آقای اکبری امروز برای من یه ایمیل فرستاده فکر نکنه ایمیل رسیده، منم خوندمش و اون کاری رو که مثلا این گفته من انجام میدم. یه جوری دیگه تماس بگیره، مثلا اگه ایمیل فرستاده با فیسبوک، با اون پی ام میگن، پرایوت مسیج میگن، اس ام اس میگن، چی یه جور دیگه دبل چک کنید. الان دیدید خیلی وقتا شما صبح که میخواید بیاید کامپیوترتون رو روشن کنید، میگه که یه تکست برات میفرسته با تلفن، یعنی دو بار وریفیکیشن یا تاییدیه میگیرن. این جوریش کنید برای ایمیل و اینها. یه چیزی بهتون میگم شاید باورتون نشه، پنجشنبه من و برادرم و دو تا از دوستامون رفته بودیم بیرون و اینجا چون هنوز اون باقی مونده برف و این چیزا بود، یه دوستمون این هفته اتفاقا تصویر خوب شده. خب خیلی خیلی ممنون شما، اما از لحاظه اندازه اونو درستش کردم که منو حقیقی نشون بده. والا بلا من با اون چاقی هم نیستم، به خودم تو برنامه میگم چاقم، ولی با اون چاقی هم نیستم. خب اینه، این تصویر حقیقی منه. حالا دیگر میدونم میخواین متر بگیرید یا بمانه. آقای غلامرضایی شاهین میگه این امیددانا معمول هستش، اول با شاه شروع کرد طرفدار پیدا کرد، بعد شروع کرد از جمهوری اسلامی دفاع کردن،
حالا هم مهمون دعوت کرده، فقط از آمریکا بد میگه. همین میدونی چرا از آمریکا بد میگه؟ به شما قول میدم این رفته ویزا بگیره، ویزا بهش ندادن. به شما قول میدم که این رفته ویزای آمریکا بگیره، بهش ندادن. دیگه چون امیدی به آمریکا نداره، حالا از آمریکا بدی میگه. و الا اگر ویزا بهش میدادن، اون وقت اینایی که میان اینجا بعدا از ترسشون حرف نمیزنه. ما ها دیگه میگیم بابا این آمریکایی حرف میزنه، من حق دارم حرف میزنم. میدونی اینا اون جرأت هم ندارن، ولی دلیلش اینه. مرسی. خب این هفته تصویر خوبه. مرسی مرسی. روم بخواب اون شعره رو کلش بنویس که خانم میگه روم بخواب، بعد مرده میگه خانم روم بخواب چیه؟ خدای خب تکست و پیام و اینها و ایمیل و اینها به نظر من یه جور دیگه دبل چک کنید. حتی پیام میذارید مثلا برای دوستتون که فلانی من امروز دارم میام، فکر نکنید پیامگیرش گرفته، شما حرف زدید با پیامگیر، پیامگیر اونم اول گفته من نیستم، پیام بذارید بعد از بوق، قبل از بوق، حتی بعدش گفته یکو بزن تا دوباره بذارید، دو رو بزن تا زود برسه فلان اینا. ولی همه اینها شما 50% شاید هم بیشتر احتمال بدید که نه پیام شما رو دستگاه ضبط شده، نه اون پیامو گرفته. اینجوری خیالتون راحت میشه، از این اون دلخور نمیشید. برگردیم به پنجشنبه. پنجشنبه من و برادرم نشسته بودیم منتظر دوستامون و اون بنده خدا نوشت که من یه جایی تصادف شده و دیرتر میام. و بعد داداشم گفت اینم نوشته، گفتم من نگرفتم. باورتون نمیشه تا همین امروز هم که صحبت میکنم اون پیامی رو که تلفن داداش من گرفته بود، یعنی ببینید یه گروه 4 نفری بودیم، من پیام میدم برای 3 نفر، تکست میدم برای 3 نفر، اون یک هر کدومشون پیام میدم باز برای 3 نفر، هممون باید داشته باشیم. پیام من نیامد. حالا اگه اون دوستمون فکر کنه پیام آمده و چرا سربی جواب نداده و دلخور بشه و اینها، این میشه چی؟ این میشه دلخور شدن از همدیگه به خاطر تکنولوژی جدیدی که نمیشه 100% بهش اطمینان کنیم. این آقای صبری حسنپور معرف حضورتون هستن، کسی که حتی به این اون گفته بود سربی مأمور جمهوری اسلامیه، ولی بعد خودش بلند شد رفت ایران. خیلی خنده داره ها. یه دوستی از سوئد زنگ زد گفت آقا این صبری حسنپور تعادل روحی نداره. گفت خب بنده خدا دخترش از دست داده و فلان اینا، اب نداره. بعد گفت آقا این نمیدونی چقدر راجع به تو بد میگفت و من میبینم تو هر روز راجع به این خوب میگی. گفتم حالا اون بد گفت به کجا رسید که منم برم بد بگم؟ بعد گفت آخرش رفت زندان. بعدم گویا به این اون گفته اومدن ترکیه دستگیرش کردن رفت. درسته که خودش رو من گفت رفت دیدن خواهرش و اینا، اهواز و بوشهر اینا رو گشته، وقتی خواسته بیاد بیرون گرفتنش که زندان بود. و بعدم که اومد بهش گفتم میخوای مصاحبه کن، گفت نه. خلاصه این آقای صبری حسنپور یه مدتی از من استریمینگ میخرید. چرا؟ چون من قیمت خوبی میگرفتم از یه آقا محسنی در کانادا. گفتیم خب شما بیا. به اون گفتیم آقا ما حالا 2 نفریم بیشتر میخریم، قیمت بهتری بده. به این دادیم. آقای صبری حسنپور گفت نه آقا من یه سرویسی میخوام که 100% اطمینان. گفت آقا شما از خونت میری بیرون حتما این کارو بکنید، دوستان عزیزانتون ببوسید، چرا دیگه برنگشتید؟ گفت از خونتون میری بیرون 100% مطمئن هستی که برمیگردی؟ همین از این پله ها نیفتی با سر بخوری به در بمیری؟ پاتو نذاری تو خیابون ماشین بهت بزنه بمیری؟ بری ساندویچ بخوری لقمه تو دهنت گیر کنه، اینجا میگن چی میگن؟ چوک. چوک ساساد یادتونه؟ این چوک که ما میگفتیم یعنی هم خفه شدن. چوک ساساتی که میگفتیم یعنی دریچه رو میبستن هوا نره، اینجوری چوک چوک CHOKE. چوک کنی ساندویچ تو گلوت گیر نکنه بمیری؟ گفت نه. گفتم خب حالا. گفت نه من یه شرکت پیدا کردم 100% بهم گارانتی میده. گفتم برو. آقا هفته دوم التماس سوربی جان اگه میشه من برگردم. گفتم حالا دیگه بهت اون نرخو نمیدن، حالا میگه باید با عنوان جدید اینها بفرم خود تماس بگیر. اینا آدمایی هستن که خودشون نمیدونن میخوان چیکار کنن، باید میاد میشینن تو تلویزیون یه مش دکتر مکتر از خودشون کم داندتر و نادانتر و بیکارتر میاره میشینن آقای دکتر فلانی آقای دکتر بیساری هی مزخرف میگن. بمانه اینم از ماجرای اطمینان نکنید بر اساس
اینکه من پیام گذاشتم برای آقای اکبری، فکر نکنم حالا ایشون شامم پخته، من میرم خونش. اصلا ممکن خونش نباشه. من خدا میگه یه شنبه ها میرفته با بچه هاش که اینا ما زدیم خراب کردیم. من عذر میخوام از دخترات عذر میخوام. دو تا دختر داری نه؟ از اونا عذر میخوام واقعا. و شما برو با اونا بعدا بیا برنامه رو نگاه کن. ببین ما یه مشتری هم که داریم، مشتری دائمه، خودمون ردش میکنیم به بلد نیستیم اصلا، کاسب بودن رو بلد نیست. خب حالا این شاهینی که میبینم خوشحال میشم، میبینم نه فقط من بلد نبودم کاسب باشم، اینم مثل که خیلی کاسبی اونا نمیدونه. اینقدر این چیزها رو من ریز نوشتم و داخل هم نوشتم، هی باید بزنم. خب ویدیو شاهین اینجا نوشتم، ویدیو شاهین هم روی پلیلیست گذاشتم، از طریق تلویزیون پخش میشه، هم روی فیسبوک گذاشته، هم روی دوستان مردم report.com. شما هم میتونید ویدیوهایی که مال خودتون هست یا مال دیگران اونجا بذارید، برید. اگر نتونستید با من تماس بگیرید، چون من اون قسمتی که نوشتم شما هم میتونید ویدیوهای خودتون رو اینجا بذارید، اون موقع که اینو درست کردم کار میکرد. حالا به شاهین گفتم برو ببین این کار انجام میشه، گفت امتحان میکنم. شاهین جان من ویدیو تو گذاشتم، ولی خودت برو امتحان کن، یه ویدیوی دیگر رو بذار ببین میتونی، اگه نمیتونی با هم دیگه درستش کنیم یه جوری که دیگران هم بتونن ویدیوهاشون بذارن. و یه چی بهتون بگم، این بچه مسلمان ها خیلی از شما زرنگترن. برو تو همون، شما هم میتونید ویدیو اونجا داشته باشید، ببینید مسلمان ها چجوری ویدیوهاشون گذاشتن اونجا. ولی من و شما تو آلمان و تو آمریکا از تکنولوژی اونا هنوز عقبتریم و نمیتونیم استفاده کنیم. خب و اما داستان دوست ایرانی که در کالیفرنیا منزلش را ارزون از دست داد و الان میگه دوچار بیخوابی شدم، مشروب میخورم و اینها. من به ایشون نصیحت کردم، اولا خودشون چون گفتم این موضوع رو بگو توی برنامه تا دیگران درس بگیرن، بدون اینکه من نامشون رو بگم دارم برای شما میگم. دوستان بارها من گفتم 100 دلار، 200 دلار، 300 دلار، حتی مجانی با دوستان بعض وقتا مشورت کنید قبل از اینکه میخوان یه کاری انجام بدید. میدونید که میگن خرید منزل و خرید ماشین دومین و سومین چیز مهم هست. حالا هر کی گفت اولین و مهمترین در زندگی چیه؟ یه 5 دقیقه بهتون وقت میدم بنویسید اینجا. اولین و بزرگترین تصمیمی که میگیری در زندگی چیه؟ دومیش خرید خونه است، سومیش خرید ماشین. اینا رو شما میگن باید مشورت کنید. خب این دوست ما، خب بر اساس سن بچه ها پیشنهاد کردن که تو اونجا تنها هستی، ما اینجا هستیم، فلان هستیم، اینا اومده نگاه کرده. من اصلا نمیدونم این خونهشو از کجا قیمت آورده 270,000 دلار، چون من امروز اگه بخوام خونه رو بفروشم روی اینترنت میزنم میگه آقا اون خونه اونوری 3 ماه پیش فروش رفت اینقدر، این خونه الان برای فروش اینقدر. بر اساس اینا نگاه میکنم اینا اون خونه بهتریه، خونه من کهنه‌تره. اگه اون گفته 400,000 دلار، ما میگیم 350,000 دلار. چجوری شما رفتی 270,000 دلار قیمت گذاشتی اونا هم اومدن؟ مگه شما ایجنت نداشتی؟ مگه با کسی صحبت نکردی؟ و ضمناً با همه اینا بازم شما میتونید BBB Better Business Bureau میتونید با ریلتورا دوستان، این بنگان معاملاتی ها و دکترا و وکیلا، یک ساز مثل چی بود دکترا از کجا چی میگرفتن یا وکیلا، اینا یه جایی هست شما میتونید پیدا کنید، بعد برید تو دادگاه. بعد فکر نکنید چون توی شهر کوچیکی هستید همه با اونا هستن، بالاخره خیلی هم پیدا میشن که مخالف اونا هستن. برید ریویو ها رو بخونید ببینید چطور شده و فلان اینا. خلاصه مطلب این که دوستان، این دوست ما خودش تصمیم گرفته قیمت داده، اونا اومدن گفتن به به چه قیمت خوبی خریدن، حالا میگه ای داد بیداد کلا رفته سرم. من فکر کنم تو آمریکا اینجا بهش میگن buyers یا sellers remorse. remorse یعنی پشیمون شدن، یعنی شک به دل راه دادن. اینجوریه، به خاطر همین شما ماشین که میخری بعضی هاشون 7 روز ماشینه رو به تو میده، بعد میگه اگه رفتی بایرز ریمورس داشتی برش گردون بدون هیچ سوالی، ما ازت پس میگیریم. من چند روز پیش چیزی از والمارت خریدم، گفتم حالا به خاطر این برف و اینا نشه یه هفته دو هفته پس نگیره، بد بود، خراب بود. بردم خانم اسمش شیدا بود،
گفتم شما معنی شیدا میدونید چی؟ گفت نه، ایرانی ها هر کدوم میان اینجا به من میگن من نمیدونم یعنی چی. گفتم شیدا کسی که دیوانه وار عاشق میشه اون میشه شیدا، یعنی عشق خارج از این دنیا بهش میگن شیدا. درست گفتم به ایشون؟ خیلی هم خوشش اومد. بمانه. بعد گفتم که من نگران بودم که این دیر نشه، نشونم داد، گفت اینجا ببین 90 روز شما میتونی چیار پس بدی و ما هیچ سوالی ازت نمیکنیم. 90 روز یه چیزی خریدی میای پس میدی و قربونش برم. ما از جبرانی رو گوش کنید چه جوری تعریف میکنه. مادرش نمیدونه پلو پز میخره پس میده کهنه که میشه مارکلته. میدونید این کمدین ها اول گیر میدن به خانواده های خودشون که وقتی شما اونجا نشستی به شما گیر میدن شما نتونی شاکی بشی. و باز میدونید مثلا یه نفر که ترکه اگه میخواد جوک ترکی بگه اول با دوستای خودش میگه و اینا که همزبوناش هستن که به اصطلاح کس دیگه بهش اعتراض نکنه. خب میگه که امید دانا هنوز تو برنامه ها و حرفاش از اجراشاه و بعضی کارهای شاه طرفداری میکنه و به بعضی قانون ها و اعتقاد رژیم ایراد میگیره، مثلا در مورد حجاب اجباری، و خودش هم توی لایو هاش با تاپ و شلوارک میشینه جلو دوربین که بعضی از بیننده ها ازش ایراد میگیرن. خب دیگه ببینید اینم باید معمولی، یعنی یه جوری باید چی کنه و مونده توش که حالا دیگه رضا شاه که برای این سود و ضرری نداره، یا شاه که نمیتونه، و این نمیتونه یه در بیاد بگه هم رضا پهلوی بد بود هم شاه بد بود هم رضا شاه بد بود. منی که میام میگم آقا این رضا پهلوی به این دلیل بده که باباش هم آدم ترسو و بزدلی و درس نخونده ای بود، باباش به این دلیل بده که پدرش قلدر و معتاد و نمیدونم فلان بود اینجوری بود، اون فرق میکنه. در اصل من ممنونتونم که اینو میگید، من نمیخوام با شما جر و بحث کنم، همین یه بیننده بانویی هم که اینجا از بین بره، ولی میخوام بهتون بگم که بیشتر توجه کنید، به قول معروف وسط نوشتار رو بخونید. و خوشحالم که آقای اکبری جواب درستی داد. اینجا نوشتی اکبر شیرازی، من بهت بگم اکبری یا بگم شیرازی. حالا امیدوارم یه روزی شما هم عکس بگید دیگه حقیقی زدید، اسم و فامیل و اینا هم حقیقی بیا جلو. من خود الان باید اون سرفه کنم تو دستم، یه دفعه یادم اومد که به شما گفتم بعد نباید واعظان کینگ چی؟ واعظان کینگ چی در محراب و در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اگه من به شما میگم سرفه کنید اینجا، خود من هم وقتی میخوام عدسه و سرفه و آهان آهان اینجوری باید توی آسین و مچ باشه. ممنون، متشکرم. آقای اکبر شیرازی میگه اولین و مهمترین معامله زندگی، یعنی بالای لیست، زن گرفتن یا شوهر اختیار کردن دیگه، اونه. و اونم شما با یکی صحبت میکنید، همون طرفه، به غیر از اون با پدرش، مادرش، دوستاتون، برادراتون، فامیلاتون و الی آخر. درست میگید، اولینش اونه. تو آمریکا میگن سرمایه گذاری خرید خونه بزرگترینه، و اما راجع به خونه و اینها شد، یکی از فامیلای ما که خیلی هم دوستش داریم و عزیز هست و اینها، این بنده خدا برای من امروز نوشته بود که مدت‌ها یک تومور بیضه داشته و دو بار رفته کیموتراپی و خوب نشده، و حالا میگن که تومور رو باید در بیاریم، و میگو ممکنه خب 50-50 دیگه، حالا بعض وقتا میگن این 100%، ولی باور کنید همه جراحی ها 50-50، ولی خود 50 هم شانس زیادی. امیدوارم که به خیر بگذره، ولی باعث شد که من این رو به شما یادآوری کنم. اگر بانو هستید در حمام، مخصوصا وقتی که آب گرمتر هست، سینه های خودتون رو یا پستان خودتون رو معاینه کنید که سرطان پستان یا سرطان سینه نداشته باشید. اگر یک کار خوب زن رضا پهلوی کرد بعد از این که با خواهرش پولای مردم بالا کشیدن و نمیدونم اینها، این بود که راجع به سرطان پستان و اینها آمد ویدیو درست کرد، به دیگران گفت، و این کار بسیار جالبی بود، کار انسان دوستانه ای بود، انسانیت ازش میبارید. من از یاسی خانم متشکرم. فکر کنم عکس یاسیرم، من موقعی که برای آقای شیر محمدی برنامه ویژن کار میکردم، فکر کنم عکس فارغ التحصیلی و ایشون رو هم ما گرفتیم. بماند از کجا به کجا میریم خدا میدونه. و اما سیدنی پویتیر که اینجا میگن سیدنی پویتر، درگذشت 94 سالگی. حالا فیلم های حدس بزن چه کسی برای شام آمد، تقدیم با عشق،
فلان اینا هم خب این بالاخره هنرپیشه بوده و این میگن یه انقلابی در این کار انجام داد که تونست سیاها رو پاشون رو باز کنه به فیلم و هالیوود و اینها و این باعث چیز قدردانیه، احتیاج به قدردانی داره. دوستان مرگ خودخواسته، من توی دو برنامه پیش در این مورد صحبت کردم، گویا بهش میگن آتانازی، درسته این کلمه که من میگم آتانازی درسته؟ مرگ خودخواسته توی آمریکا هم یه دکتری بود کبورکیان که این میگه هر کسی میخواد بمیره، نمیخواد درد تحمل کنه، خسته شده، تنهاست، نگرانه، میرفت یه چند تا آمپول میزد میخوابید، به اصطلاح خواب چرا خودکشی کنه، چرا اسلحه بزنه تو دهنش، نمیدونم مخش رو داغون کنه، مثل پسر شاه بیچاره که معلوم نیست بعدش چقدر زنده میمونن، جون میکنن اینا. گفت راحت میری، من مثلا سگ خودم رو بردم خوابوندم میبینی. خب برای ما خیلی سخت بود، ولی برای اون یه سوزنش میزنن نمیفهمه، سوزن میزنن بیهس میشه، بعد یه سوزن میزنن ارگان اعضای داخلیش به اصطلاح میخوابه، خراب میشه هرچ. الان گویا توی کشورهای اروپایی چند تاشون این کار رو انجام میدن، حتی یک کپسول درست کردن مثل این ماشین های مسابقه قدیما بود، دراز بود اینجوری، شما میری توش میخوابی، بعد دکمه رو که میزنی که میخوان این کارم یعنی خودت انجام داده باشی، دکمه رو که میزنی یه گازی میاد بیرون، اون گاز شما رو به یه خواب عمیق میبره، حالا دیگه بعدش چی میشه و اینها، بعدش شما دیگه میری. من بارها گفتم اگه من یه اتفاقی برام افتاد 3 روز 72 ساعت اگر افتادم اونجا مثل وجتبل یا مثل چی بگیم تو گیا، نه مغز داشتم نه فکر داشتم فلان اینا، خودتونم زحمت ندین این بدیگه دکترها این لولمولاها رو وردارن و نجات پیدا کنیم. و هنوز شک دارم، یه مدت زده بودم تو گواهینامه‌ام که به اصطلاح دونیت کنم، الان که 66 ساله رو نمالی چی سالمی داریم با اون آب و هوای ایران و بعد اینجا و اینها، و باز نمیدونم که واقعا آدم دونیت کنه نکنه. ولی این رو هم یه چیز پریدم جلوتر که گفتم راحت نمیخوام بریم برام بهترین چوب تابوت رو بخرین بعد بکنین زیر خاک، 2 ساعت این چوبه رو چقدر شما رو کلک میزنن، 3-4 هزار دلار براتون چوب ماهاگونی، من که بردم اون زیرم برام فرق نمیکنه، تخت سلایی باشه، مقوا باشه، چی باشه، بسوزونید. و این به اصطلاح اینجا فکر کنم 500-600 دلار خرجشه، میسوزونن میذارن توی قوطی، حالا دیگه شما میتونید بگی اینو کجا پخش کن، ما رو تو جاده ها پخش کن، چون همه عمرمون تو جاده ها گذشت. یکی میگه نه من رو ببرید دریای خزر، یکی میگه ببرید خلیج فارس، یکی میگه ببرید بالای کوه الوند، یکی میگه بالای کوه فلان، هر جور زاگرس هر جور دوست دارید، در اصل اینم از این ماجرا. و اما میگه خانم این با آخونداست، واسه قاسم دیدین چه گریه ای میکرد؟ من ندیدم ولی دیدم راجع به اون صحبت میکنه که انگار که مثلا از چه سردار ایرانی، آخه اون سردارای ایرانی هم همونا هم که ما فکر کنیم آدم های خوبی بودن، یادتون باشه اینا برای دیگران برای جای دیگه آدم های بدی بودن، کشتن زدن رفتن. اشتباهی 4 تا پیام رو پاک کردم، امیدوارم پیام مهمی توش نباشه، نه یک نوشته نمیدونم کازینو، یک نوشته هوم دیپو، یک نوشته دی ان سی هدکوارتر، یک نوشته کنگراجولیشن تبریک میگن مال بست بای که اینا معمولا قلابیه. بعد این و خانمی به نام جسیکا میلر که این عکس ها و اینا همه قلابی هن، گول اینا رو نخورید دوستان. بعد زنای آسیایی اینا همه عکس فرستادن و خب بذارید ببینیم که آهان you don't need to what is that once I go back to me I'm going to delete. آهان این نامه های قبلیه که این دوستمون که خونه شد چیز کرده، they are a big fish. نمیدونم چرا این نامه ها اومده اینجا و چطور شد اومدم تو برنامه زنده. خب ابنده دوستان، امروز در برنامه کانون آوا که ساعت 12 پخش میشه، یه دوستی که جدیداً جدا شده از سازمان با من و شما خواهد بود. بذارید ببینم عکس ایشون رو میتونم بیارم اینجا یا به این صورت. Canvas that is not following drawing. What is this? Canvas
در ناو علا درای، من که خواستم درا کنم چیزی بکشم. خب این برنامه چیز هست که کمی قاطی پاتی شده، باید یه خاموش روشن حسابی بکنیم. سلیکت ایریا، این آقای صدیق، اتفاق من یه دوستی هم دارم آقای صدیقی. خب این ببینم از کجا بیارم براتون این عکس رو نشون بدم. بله کامرای 3 ساعت 12 دوستان با آقای محمد رضا صدیق هستیم، مهمان برنامه زنده این هفته از آلبانی، و ایشون تازه جدا شده از سازمان. برای من و شما خواهد گفت که سازمان وقتی هم جدا میشن دست از سر اینها بر نمیداره و میاد به یه جوری تطمیع میکنه، ترغیبشون میکنه، تشویقشون میکنه که بشن جاسوس دوستای خودشون، جاسوس همون گوهران بیبدی تا دیروز و پریروز. و اما شاهین یه نقاشی کشیده. شاهین وقتی نقاشی شما رو دیدم، دیدم کار قشنگه، بعد فکر کردم که این عقابی که شما اینقدر زحمت کشیدی چرا خوشگل نیست. رفتم راجبش خوندم، شما باورت میشه که عقاب تنها حیوانیه که همه نقاشا، عکاسا، اینا بیشترشون سعی میکنن از نیمروخش عکس بگیرن، چون میگن عقاب از روبرو زشت میشه و از نیمروخ قشنگتره. جالبه ها نیست؟ این نقاشی که شما کردی باعث شد که من برم یه چی یاد بگیرم که چرا عکس عقاب رو مثلا جوب از روبرو میذارم، خیلی هم قشنگه، از نیمروخ بده چون دماغ نداره. بعد ما مثلا از نیمروخ خیلی بدیم، دماغ اون تو آفسایده، از روبرو هم بدیم. بعد و بدتره بمانم. یک همین عقاب عکسش رو اگه داری از نیمروخ بکش، اون وقت خودت مقایسه کن ببین این چیزی که من خوندم راجع بهش درسته یا اشتباهه، عقاب از روبرو یا نیمروخ. و اما لینکدین ویدیو How to save them، دوستان اگر ویدیو روی لینکدین میاد، ویدیو روی توییتر میاد، ویدیو روی فیسبوک میاد، میخواین نگهش دارین، دو سه نوع میشه. یا خودتون پروگرامایی که تو کامپیوترتونه از اون ضبط کنید، یا با تلفنتون ضبط کنید که یکمی معمولا با لرزش دست و اینا رو کنترل داشته باشید. بعضی وقتا هم چون دو تا چیز الکترونیکی هست، تصویرای اون خط خطی و موج موجی میشه. یا اینکه برید بخونید توی گوگل که چگونه مثلا من لینکدین رو سیو کنم. لینکدین اون بالاش سه تا نقطه داره، این سه تا نقطه ما رو کشت. یه بار سه تا خط میکشن، یه بار میمسن منیو، یه بار میمسن سدینگ، یه بار سه تا نقطه میذارن. ای بر پدر و مادر این بچه‌هایی که میرن پروگرامینگ و کامپیوتر میخونن، سلوار که از بیکاری هی چیار میشینن عوض میکنن. در صورت چون من خودم مشکل داشتم با لینکدین که چجوری ضبط کنم، گفتم به شما هم بگم. فلورانا، ماجرای فلو، آنفلوانزا، بعد کرونا که الان میگن میکس شده، یه چیز جدیدی به نام فلورونا اومده و همه میگن چون فلو دیگه واکسن میزنیم، عادت کنیم واکسن کرونا رو هم بزنیم، احتمالا سال آینده اینا رو میکس میکنن، دو سه تا چیه مختلف رو واکسنش نمیدونم. باورتون میشه این بشر که اینقدر ادعا میکنه، الان مسابقه رفتن به مریخ رو گذاشتن، هنوز دوای سرطان، همین فامیل ما امروز نوشته بود سرطان داره، هم موقع یادم افتاد برای پتیکم نوشتم این انسان با این همه ادعا دارویی برای درمان سرطان درست نکرده، هنوز نساخته. اونو ولش کن، یه دوا برای سرماخوردگی نداریم، هنوز باید به حرف مادرامون سوپ مرغ بخوریم یا نمیدونم آب گرم و آب لیمو بخوریم. یه دارو نداری که اولا پیشگیری کنه که نگیری سرما، سالی یکی دو بار شما سرما بخوری. اینم از این. و اما روز دوشنبه سه شنبه اینجا هفته گذشته 27 ساعت بعضی جاها 30 و چند ساعت جاده ها بسته شده بود. گفتم اگه این اتفاق تو ایران افتاده بود، بعضی ها رو دوربین که دستشونه هیچی دیگه، بعضی ها ببینید چه کولاک میکرده. و اینجا گفت چه کار کنیم، یه شنبه بوده، فکر کردیم بارون میاد، بارون نیمد، بارون یخ اومد. بعد فکر کردیم اگر کمیکال بزنه، یه چیزای شیمیایی به جای نمک میپاشن که مایع است، گفتیم اگه اینو بزنیم بارون میاد میشوره، بدتر میبره تو فاضلاب و اینا، آبار هم کثیف میکنه. نزدیم، فکر کردیم برف میاد، گفتیم برف وقتی اومد تمیز میکنیم. آقا یخ اومد نشست و 12 تا 14 اینچ برف
مردم گرسنه و تشنه و احتیاج به دستشویی، بنزین تموم کردن، برید بزنید 95، همین دور بر ما 95 جاده 95 چه محشر کبرایی بود. این هم از این. اتفاقا توی برنامه ای که شاهین درست کرده یه آقای میاد راجع به همین صحبت میکنه که یه عده گویا استخدام شدن دوربین به دست از اشکالات در خارج فیلم بگیرن بفرستن ایران. دیدی دیگه هر روز هم از میره سوپرمارکت نگاه کن اینجا مرغ فراونه، میگی یکی بخر یکی ببر، ولی شما بدبختا مرغ گیرتون نمیاد. طرف میگه کسی نیست که این صداها رو چک کنه، اسم و فامیلی نیست، هیچ دوربینی به طرف خودش نیست، همه به اون طرفه. و اون گفته بود تو انگلستان زندگی میکنه، شاهین تو آلمان زندگی میکنه، من تو آمریکا زندگی میکنم، همه ما اینجا مشکلات داریم ولی مشکلات کمه. من با یه آمریکایی صحبت میکردم راجع به حکومت ایران، دزدن، بدن، جنایتکارن، گفت همینجا هم هست. طرف آمریکایی ها، همینجایی که کار میکنم، گفت همینجا هم هست، تو فکر کنی نیست؟ گفتم ببین، یکی دیگه همین حرف رو زد، اون طرف تو کار کانستراکشن و اینها هست، من براش این مثال زدم که ساده باشه. فکر کن شما یه نفر رو استخدام میکنی که بیاد یه کامیونی برات رانندگی کنه. این صبح که با ماشینش میاد، 5 گالون از این چیزای خالی با خودش میاره بشکه ها، روزی 5 گالون زور که یه جای وای میسه نهار بخوره، یه مکی هم میزنه یا یه مکی میزنه و نفت میکشه، گازوئیل میکشه، بنزین میکشه از ماشین شما. شما میدونی ولی هیچ کاری نمیکنی. ولی یه نفر هست که اگه اومد یه روز کار کرد 50 گالون میدوزه. خب شما به اون صدا میدی. ایران آخوندا و شاه سلطنت و الان این شیخ ها حکومتشون اونی بودن که 50 گالون که هیچی، تانکو که هیچی، دیدی دیگه بابا دکل رو میبرن. اونه که مردم صداشون در میاد. و الا همه جا دزدی هست، همه جا عدم مدیریت هست، سوء مدیریت هست، ولی کم و بیشه. ما فریادمون از اون بیشه، از ریش آخونداست و امیدواریم یه اتفاقی بیفته. اولش این که خود اینا تاریخ رو نگاه کنن ببینن آقا شاه هم مثل شما فکر میکرد تا ابد عمر میکنه و تا ابد حکومت میکنه. دیدید چگونه سربزی چی شد؟ کله پا شد؟ ببینم اون ایوان مدائن شعر یاد کنه که کتاب پنجم میخون، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما. البته بارگه دادی هم نبودن، از همون انوشیروان عادل بگیر تا نادرشاه و اینا، هیچ کدوم از اینا بارگه داد. ببین با فامیلای خودشون چی کار کردن. این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا شد تا خود چه رسد خزلان. حالا این خزلان نمیدونه تواس چی چیه، نمیدونه، بمان. خب و اما اینجا نوشتم سرطان بیضه فامیل ما، راجبش صحبت کردم، فلو و کرونا میشه فلورونا، این رو هم نوشتم. بله ما یه فیلمی رو دیدیم مال فرخزاد که یه آقایی میرفت یه جایی از کنسولگری و اینها، بعد گفت که فلانی جمشید فلانی دستگیر کردن، پتیگو ای کاش بفهمیم این جمشید هستش نیستش اینها، ما برای دوستان فرستادیم، هیچ کس جواب نداد. تنها کسایی که جواب دادن گفتن که جمهوری اسلامی خیلی کینه توزه، کینه شطوری داره و میره دنبال اینها، همون جوری که آقای به نام کلاهی رو ترور کرد و کشت، با وجودی که این اسمش رو عوض کرده بود، معتمد نمیدونم فلان اینها، زن افغانستانی گرفته بود اینها، بمانه. بعد طرف گفت نه، اون کلاهی رو مجاهدین کشتن چون جدا شده. گفتم بیچاره مردم، این ور میاد مجاهدین میکشه، اون ور میاد آخوند میکشه، اون ور جنگ میرن مجاهدین میرن با چیزا خیانت میکنن. برحال عجب ملت بیچاره واقعا داریم، آدم دلش میسوزه. آقا لازم نیست شما ما محرم سفر برای حسین و زینب و فلان اینا گریه کنی، بشین زار زار اول به حال خودت، دوم به حال این خانواده های و ایرانی ها گریه کن. بهتون گفتم ماجرای منو مادر بزرگم، با مادر بزرگم گفتم هر جا آخرین روزه هست که پارو نمیدن به من بگو منم باید میام. خیلی بچه بودم میرفتم، فکر نمی کنم اون موقع مدرسه هم میرفتم، میرفتیم یه جایی، بعد میدیدم این مادر بزرگ من بیچاره زار زار گریه میکنه، من نمیفهمیدم که این مردی که اون بالا چی میگه. بعد میمدیم بیمار رو پارلرم خورده بودیم، گفتم بهش کنیم ننه بارم بره این چرا من گریه کردی؟ گفت ننه من اصلا نمیفهمیدم این چی میگه، من به حال خودم داشتم گریه میکردم، 6 تا بچه یتیم رو با خیاطی من بزرگ کردم،
سه تا دختر، سه تا پسر، ما سه تا عمه داشتیم، دو تا عمو با پدر من شد، شش تا بچه، سه تا دختر، سه تا پسر. این مادر بزرگ ما با خیاطی به خود خودش میگو گند زدن، این گند زدن، بخیل زدن بزرگ کردن. این بنده خدا روزه که میرن به حال خودش گریه میکرد، به حال کسی که میاد برای قاسمی گریه میکنه، این امید دارم احتمالا اون موقع یاد خودش هست، به حال خودش داره گریه میکنه. های صوبی، اتفاقایی که ایران میفته اگه همون اتفاقات تو آمریکای کشور بیفته، بیفته دو تا تفسیر متفاوت میکنن و تو ایران قوغا میکنن. اینو با شما چیز هستم، بالاخره این نازنین نسرین خانم، چه شما میگم نازنین، برای اینکه نازنین این نسرین خانم موند اینجا تا به هم به توافق برسیم. میدونید که بعضی وقتا با دوستاتون به تنها توافقی که میرسین اینه که با هم توافق ندارین، ولی بازم با هم دوست باشین. اینجا بهش میگن let's agree on disagree، یعنی اجازه بده توافق نداشته، توافق داشته باشیم که توافق نداریم. مرسی. میگه هر کسی به خاطر ترور سردار سلیمانی ناراحت دلیل نمیشه که طرفدار رژیم جمهوری اسلامی، هر چیز زادی هم کارهای قاسم سلیمانی را تایید میکرد. نه آقا، نه خانم، من اصلا ناراحت نشدم. میدونید چرا؟ این راهیه که خودش رفته، راهیه که خودش خواسته. طرف رفته به یه آخوندی گفته که شما که خوب فال میگیری اینا، برای من بگو فال من چیه. گفته اون چیزی که خدا میخواد بهت میده. بعد میگفت حالا چیزی که خودش میخواست بهش دادن. اگه خودش دلش میخواست شهید بشه، حالا آقای ترامپ احمق شارلاتان رفته کشتتش، تازه دولت ایران باید یه پولی هم بده به ترامپ، یه براش کنتاکی فراید چیکن بخره. چرا ما از این وری نگاه نمیکنیم؟ این سرباز مملکت بوده 30 سال، حالا نمیخوام بگیم حقوق آنچنانی گرفته، خودش با این پا، با پای خودش اومده گفته من حاضرم خودم رو فدا کنم. بله قدردانی کنیم، ولی دیگه خودمون رو جر ندیم، گل به سر نکنیم برای آقای قاسم سلیمانی که دخترش رفت نمیدونم زن اون شد، زن هر کی میخواد بشه، به من مربوط نیست، که دخترش تلفن آیفون آی 13 میگیره دستش، بعد اینا بهش گیر میدن. میدونید اینا خودشون هم نمیفهمن چی میگن. طرف میاد دار شیون فلان، آی یه با حوزه آقا امام حسین کجا؟ در بهشته. خب مرد اگه در بهشته دیگه چرا گریه میکنی؟ روزه تراپی مذهبی هاست خانم الهه دانشزاده. خب همه زاده ها امروز اینجا هستن، آقا خانم رجب زاده، دانشزاده. دوستان به شما یه پیشنهاد میکنم، میشه مثلا دانشزاده رو سر هم نوشت تو فارسی، رجب زاده رو سر هم نوشت، ولی به نظر من اینا رو دو قسمت کنید. تو انگلیسی که می‌نویسین قشنگ مثل میدل نیم بذارید، خانم نسرین رجب زاده، زاده جدا، الهه دانش زاده جدا. بعدم این پیشنهاد منه، به خیلی ها میگم آقا شما یا خانم شما این اسم رو مگه تو فارسی با هم یه تیکه می‌نویسی؟ حالا گفتم اسم این دوتا عزیز هر دوش میتونه یه تیکه نوشته شد سر هم، ولی تو فارسی یه چیزایی رو با هم نمی‌نویسن، ولی تو انگلیسی میان میچسبونن به هم، خوندنش مشکل میشه. بعد بهتون گفتم اون وقتا پشت تاکسی بارا نوشته بود، فکر کنید الان بنویسید من مشتعل عشق علی ام چه کنم، همش هم نقطه بود. شما هر چی نگاه می‌کردی کم مونده و تصادف کنی، هی هم می‌رفتی که ببینی این چی نوشته. حالا هم یه مش مزخرفای دیگه، من مشتعل عشق علی ام چه کنم، همه این کلمه ها من مشتعل عشق علی ام چه کنم، 5 کلمه رو زده بود به هم. حالا این مثلا بزرگترین هنر، در صورت که اگه مینوش مواظب باشید، آهسته باشید، خیلی نزدیک من نیام، من چپ و راست ترمز میزنم، خیلی بهتر بود. اوکی، مرسی مرسی. بله آها، وقتی که داشتم با این دوستمون که خونهش رو مفت از دستش در بردن ایمیل میزدم و دلداریش میدادم، بابا حالا خونه تو بردن، 50,000 دلار ضرر کردی، دیگه به خودت ضرر نزن، بیخوابی و استرس و مشروب و اینها دردی رو دوا نمیکنه. بعد نام دوستان شد، گفتم که خیلی هم این دوستان رو روشون حساب نکن، من 20,000 تا دوست دارم، هر هفته داری میبینی، ای میگیم بابا کمک کنیم، از اونی که میتونه تو ایران نیست، با اونی که نمیتونه هیچ کدوم کمک نمیکنه. پس این دوستان، دوستان چرا میگن دوستان لب بام؟ شنیدین؟
تو شیراز میگفتن دوست در کوزه، یه چیز اینجوری میگفتن، یا میگفتن یعنی بذار در کوزه آبش رو بخور، نمیدونم. ولی دوستان لبه با من یه دم با یک صحبت کردم یعنی چی؟ گفت یک کسی میاد به شما خیلی ابراز ارادت و دوستی میکنه، یه وقت شما ناراحتی یا یه جایی داری میری بهت میگه که من میخوام، شما بهش میگی من میخوام از این پشت بام بپرم پایین، اون میگه که نه شما برو من نمی، این آقای عزیزم برای من گفت بپر پایین من نمیام، بعد بهش میگی چرا؟ میگه بابا من دوستتم ولی تا لب بام دیگه نمیپرم باهات پایین. در اصل مواظب دوستاتون هم باشین، 4 تا دوست درست حسابی پیدا کنین بهتر از 40,000 تا دوست، نمیخوام بگم بی سر پا، ولی ما شعر هم داریم، زبان زد داریم که یکی سرباز نمیدونم جنگی به از هزاران آتاشخال، این در رابطه با دوستی هم هست. ولی اینجا نوشتم پیامک بی جواب و اما نوشتن درافت. حالا بذار بهتون یک کلک دیگه یاد بدم، وقتی که با یک کسایی میخواین کار کنین و احتیاج دارین که با هم در تماس دائم باشید، یه اکانت درست کنید، یه حساب ایمیل یا جیمیل گوگل مثلا یا یاهو، بعد دوتاتون بهش اکسس داشته باشید. این کاری بود که تروریست ها انجام داده بودن، ولی خیلی وقتا از تو این کارهای تروریست ها، از تو این کارهای خرابکاری یه چیزهای خوبی بیرون میاد، آدم باید ازش استفاده کنه. من یه دفعه برای آمریکایی کار میکردم، هی من باید نامه مینوشتم، اون نامه میمیش بهش گفتم یه همچین چیزیه، تروریست ها استفاده کردن، خندید گفت قبلا تروریست بود یا شغل عوض کردی؟ من آره شما اینجوری فکر کن، اینجوری بهتره، میترسی از من، پولمو درست میدی. خلاصه من تا امروز نشده برای یه آمریکایی کار کنم پولمو نده، مثل حسیبی 200 دلارمو بخوره، مثل زاکری 600 دلارمو بخوره، مثل زیا آتابایی هم دارم 600 دلارمو بالا بکشه، مثل پرویز کاردان 2600 دلار بالا بکشه. هست ایرانی ها ماشاءالله نیست، همینجور یا الله ماشاءالله میره جلو، ولی آمریکایی، تنها آمریکایی، همون سالهای اولی که اومده بودیم تو این کار کانستراکشن و تراکینگ بیزینس اینا، یه نفر به نام ون میلر که خونه میسازه، این هرومزاده ها شرکت های درست میکنن به نام شل، نه شل گستیشن ها، شل یعنی اون صدف، این زیرش خودشونن، ولی شما کسی رو نمیبینی، اون صدف رو میبینی، و اینا میتونن گاهی وقتا از این زیر خالی کنن برن، شما اینجا 13,200 دلار ما رو اون سالایی که 13,000 دلار میشد پیشقسط یه خونه اینا کشیدن بالا و ما هیچ وقت هم به اصطلاح دستمون به این پول نرسید. برگردیم به یه آمریکایی، ما یه آمریکایی یه اکانت درست کردم، مثلا آقای اکبری، آقای شاهین خان فکر کنه که من و شما یه حسابی باز میکنیم به نام مثلا ایران نمیدونم 7000@gmail.com، پسوردش هم دوتامون تصمیم میگیریم، یه پسورد ساده میذاریم، من از اینجا شما از آلمان، درافت پیشنویس توش مینویسیم، بدونی که بخوایم برای هم دیگه بفرستیم ما دوتامون بهش دسترسی داریم. این کاری بود که تروریست ها انجام دادن و دولت یه دفعه دوزاریش افتاد که آقا اینا برای هم ایمیل نمیفرستن که ما بتونیم ایمیل ها رو چک کنیم. به همین خاطر الان حتی پیشنویس های شما تا مینویسی دیدیم این نیسته سیو درافت، دیدید دارید شما پیشنویس مینویسین، مینویسه نوشته شما تا اینجا نگهداری شد، همون موقعی که به دولت خبر میده که شما تا حالا چی نوشتید. این کاری که من دارم میگم برای کار غیرقانونی نیست، دارم میگم برای اینکه سریعتر، دوتا ایمیل نخواهید تا از این ور باز کنیم اون از اون ور باز کنه، یه ایمیل دوتاتون بازه روش درافت دارید برای هم مینویسید، مثل این که به جایی که دو تا کاغذ و نامه و اینها یه دفترچه یادداشت باشه، من می‌نویسم شاهین سلام، شاهین زیر بنویسه سلام به روی ماهت، این دفتر برای دو تامونه، اینجوری یه ایمیل درست می‌کنین از قسمت درافت یا پیشنویسش استفاده می‌کنین. و اما فیس آی دی یا تاچ آی دی، می‌دونید که الان چندین سال تلفن‌های جدید دیگه نه دکمه داره نه چیزی، و شما ورش که می‌دارید اینجوری نگاهش می‌کنید با فیس آی دی شروع میشه. الان که ماسک اومده یه مقداری مشکل شده، این نمیخونه، هم میگه شماره بزن، و ما عادت کرده بودیم تنبل دستمون رو میذاشتیم رو این دکمه فینگرپرینت، بهتون گفتم یکی یکی شما نگاه کنید صدامونه که دارن، الان قیافه‌هامون هم که دارن برای فیس،
فینگرپرینت هم آردی داریم. یادته میگفت حالا فقط با یه انگشت میخوای باز بشه، بزن با 5 تا انگشت که اگه داری رانندگی میکنی نتونستی اینجوری فشار بدی، اینجوری هم بتونی فشار بدی. 10 تا انگشتمون رو میزدیم. پس این تلفن ها همه ما رو انگشت نگاری کردن. حالا قیافه هامون رو ممکن بود ندونن، هممون با این فیس لبخند هم میزنیم اینو. و برید ببینید این سیستم فیس آیدی چقدر جالبه. شما اگر یادتونه توی یه ویدیویی بود، یه خانمی توی هواپیمای ایران قطر هرچی انگشت شوهرش رو گذاشته بود روی این، تلفنش باز کرده بود، دیده بود بعد این شوهر چقدر مشغوله خارج از خانه، دعوا و کتک کاری. میگه اگه شما خواب باشید تلفنتون رو بیارن جلوش صورت شما، این تلفن میفهمه که بدون اجازه شماست باز نمیشه. ببینید چه سیستمی. چون من دیروز گفتم کاش که همون تاچ بود بهتر بود، چیه هی میاریم برای اینا. خلاصه این توضیح میده که این فیس آیدی خیلی بهتر از تاچ آیدیه. قبلا هم شماره ای بود، یه سری بعد اینجوری خط میکشیدیم، مثلا شما زوزنقه میکشیدی، اون یکی لوزی میکشید، اون یکی دایره میکشید باز میشد. و هر روز اینا به یک نوعی اطلاعات خصوصی و اطلاعات بیشتری از ما میگیرن. من امروز میخواستم بشه 1 ساعت و 30 دقیقه 90 دقیقه بعد تو این فاصله آماده بشم برای دوستان، ساعت 12 تا 1 با اونها برنامه داشته باشیم. باورتون میشه اینقدر که گفتم من هنوز به اینجا رسیدم و این حالا فیس آیدی رو خط بزنم و اینقدر دیگه مونده. حالا خب میذاریم اونها رو برای بعد و باز بهتون پیشنهاد میکنم حتما صحبتهای آقای بایدن در روز 6 ژانویه رو برید بشنوید، یا اگر انگلیسی بلد نیستید برید به فارسی پیدا کنید و ببینید چی گفت. به همه گفت، پیشنهاد کرد که الان دیگه زمان جدایی و دو دسته و فرق و بازی از بین رفته، بیان با هم با دوست باشیم، با هم باشیم اینجور و اونجور. خب من بین این فاصله‌ای که الان داریم با برنامه دوستان ویدیوی شاهین رو پخش میکنم. ویدیوی شاهین هم روی پلیلیست ما خواهد بود. امیدوارم یوتیوب یقمونو نگیره، چون بعد خود شاهین گفت اونی که برای شما فرستادم چند دقیقهش اشکال داره. برنامه ما به همین سادگی هست، به همین گپی خودمانی هست. و یه نفر دیشب بود، یه احمقی به نام نوبهار نیوزپیپر برای من نوشته بود که اینجا تلویزیون فلان اینا. گفتم براش احمق، برای اینی که من اینجا و خیابون و تو کوچه و همه یه نفرم، مثل اونای دیگه نیستم فیلم بازی کنم، تو تلویزیون یه جور باشم، با دوستام یه جور باشم، با فامیل یه جور باشم، با دیگران یه جور دیگه. من همینم که میبینید، همینم که هستم. و what you see is what you get. به قول آمریکایی‌ها میگن هر چی میبینی همینی که ما گندم نمای جو فروش نیستیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از اون بهتر و مهمتر شما میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید از طریق زل با ایمیل usa.sorby@gmail.com، از طریق زل با شماره تلفن همین 202-695-2573، از طریق پیپال، طریق مردم.tv.com، از طریق فیسبوک مانی. یعنی اونی که بخواد حمایت کنه میتونه. چرا حمایت؟ من فکر میکنم اگه کسی میاد اینجا میشینه باید یه سهمی از این چراغ روشن، از این دوربین روشن، از این کامپیوتری که ما هر یه سال باید 700-800 دلار یه کامپیوتر جدیدتر، ویدیو کارت جدیدتر رو خریم، اونم یه سهمی بده و الا میشه مفتخور. روز روزگارتون خوش و از اینکه با ما بودید، حتی اگه مفتخورم بودید ما تشکر میکنیم. ما چه میگیم ما؟ من تشکر میکنم و امیدوارم هفته آینده بتونم با شما باشم. آقای فرزاد نیساری و آقای مهدی مهران نژاد رو این هفته نگفتم برای که همین ساعت برنامه به خاطر مجلس یاد بود و مجلس یاد بود شاهین پارسه هم توی فیسبوک پدرش مو پارسه هست. اگه کسی در این منطقه هست و میخواد بیاد حضور پیدا کنه، و اگه کسی نیست میتونه یه به اصطلاح تسلیتی، دلگرمی به پدر مادر شاهین بده و دوستایی باشیم که در موقعی که مشکلاتی برای همدیگه برامون پیش میاد یار و کمک همدیگه باشیم. شعره بود، میگفت دوست آن باشد که گیرد دست دوست، ما
ما هیچ وقت بیت دومش یاد نگرفتیم، برای که بیت اولش تو شیراز میگفتن در خیابانهای زند و داریوش. مرسی مرسی. میگه که هر جور بنویسم این خنگ ها غلط میخونه. منظورتون منم؟ آها، منظورتون فامیلتونه. نه، به نظر من شما دانش زاده. حالا زاده رو هم میدونید، هی کاش که دوستان آر رو دوتا ای بنویسن و آر رو فقط برای ا استفاده کنن. میگم مشکل دیگه، مشکل شما درست میگید. بله، شما هر جور بنویسین، قولتون میدم مثلا همین الهه رو میگه الهی، هر جور بنویسین اونا هر جور دلشون میخواد تلفظ میکنن. با شما هم عقیده هستم. مرسی، ببخشید من اگر اینجوری رو کراس بهتون میگم، برای که مثلا اگه دانش داد یه مدت اینجوری بکنه، اگه بهتون اجازه میده فیسبوک بنویسید، جدا بنویسید، منی که ایرانی ام، من که فامیلای ایرانی آشنا هستم، زودتر میتونم بفهمم این زاده جداست و فقط میگم الهه دانش زاده. الهه خانم هم یکی از دوستان و همکلاسی های ما بود و هر جا هست سلامت و شاد باشه. نه این الهه، اون الهه حسانلو، پدرش تیمسار حسانلو. دوستان مواظب خودتون باشید، مواظب دوستانتون باشید و تا هفته آینده، مگر اینکه یکی پیدا بشه بگه آقا من می‌خوام یه مصاحبه انجام بدم، اینقدرم بابت وقت شما میدم، اون موقع ما میایم چراغ روشن میکنیم و آب میپاشیم و چای درست میکنیم و میشینیم با هم گپ میزنیم. سالهاست حرف مفت در تلویزیون مردم جایی ندارد. روز و روزگار بر شما خوش. Stop recording.